جنبش مساف می میکنم. اللهم صلّى على فاطمة بعديها و بعلها و, و بنیها و سر المستودع فيها و عدد ما به علمك عوز بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببلاية مولانا امیر المؤمنين و ائمه المعصومين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله شيخ خدای که ما رو در این مسیر قرار داد و اگر نبود هدایت اللهی معلوم نبود از کدام نا کجا آباد سر در می آوردیم خب ما امشب و فردا و شب قطعا هستیم علاقت الله آره من فهمیدم امشب فرد فرد و فردا شب هستیم تو پس فردا که قولی در شکیه به قولی آره. حالا اگر بود ما پرسش پاسخ میذاریم سلام علیکم پرسش پاسخ هم میگم فقط در موضوع فقط با همین موضوع ترک گناه فقط تو همین موضوع اونم هم از قبل سالاتون بنویسید تو خونه رو کاغذ بیارید اینجا همون اول جلسه جمع بکنی. بذار اینجا رو میز خب یا من اومدم بیاد به خودم بدید خب بعد بشیم اون جلسه آخرام میذاریم پرسش پاسخ که اگه بحث چیزی مونده باشه چکشکاری بشه مطلب ما دیروز توی صحبت هم یه نکته رو اشاره کردیم یکی از دوستان برای شبه شده بود و پرسید اینو من بگم یه وقت این نکته حل بشه اینکه که صبح آقا هر کاخی باشه که نارشت من کوخی بوده این فرماش حضرت امیران مومنینه اولا چند تا نکته یک من بحثا رو بر مبنای خوشایند کسی یا غیر نمیگم اصلا برام اهمیت نداره من حرف حق میزنم میخواد بر بخوره میخواد بر من میدونم خیلی از هیئت ها قلیون میکشن اما هر بار تو هیئت بشینم من تیکام و قلیون میندازم چون مطمئنم دارم حرف درست میزنم و میدونم رضایت آقا صاحب از زمان و حضرت ابواب خب این یک نکته نکته دیگه این که در مورد همین هم بله این به معنی مخالفت اسلام با پول دار شدن نیست اشتباه نکنید برعکس اسلام میگه پولدار بشید شما یک جا تو قرآن پیدا نمیکنید خدا به قارونگیر گیر داده بشه چرا پول داری اصلا راست که آتینا ها من الکنوز ما خودم بهش پول دادیم منطقه دعوا سر چند تا چیز بود یک چرا زکات نمیدی دو چرا علکی خوشی ان الله لا يحب الفرحين دیدم تو این صفایی که ضد قرآن و اسلام را انداختن که مش ابله اومدن این آیه قرآن اینجوری تا که خداوند شادی را دوست ندارد نه خیر ان الله لا يحب این یعنی خدا الکی خوشا رو دوست نداره کسی که الکی خوشن سرمستن الکی رفیقش داره زجر میکشه اینجا قهقهه مستانه میزنه یه برای مسلمان داره که پاره میشه این این که اینجا الکی خوش و لق و الکی هم تو میخنده بله خدا اینا رو دوست نداره نه تنها خدا دوست نداره بنده خدا هم که سایر رو دوست نداره آه مثلا طرف یک نفر اونجا عزیز از دست داده ببینید یه بغل اون طرف داره میخنده بابا اصلا همسایه ها نزدیکان اینا چیکار میکنن؟ مشکی تنشون میکنن به احترام مرده تو و چطور ممکنه؟ نکته دیگه که خیلی مهمه اینکه قارون میرفت مانور ثروت میداد قارون وقتی تو خیابون میرفت با اون ماشین شاسی بلندش چهار نفر آدم زیر تختشو بلند میکردن ملت نگاه میکردن اینجوری میکردن این نهول از او حزن از این عجب حالی میکنه جون توی صدا اگزوز ماشین رد میشه که میگه جون شنیدم اینا خب اش میگه من خیلی من رفیق دارم این ماشین که ال شکست هست ال اسمش نباله اله ها ها اونا میگم سی میلیون چقدر پول ماشین شه بهش میگم تو با این ماشینت بری پایین گنا گناه کردی ها ظاهرا نباید بگی که اون چی بشه خوشش بیاد دیگه واری کلا مثلا فلان و آل اینجوری دیگه نمی سوارت خدا شده اسم ماشین ماشین جان یکی بود قرار داشتیم با هم دیگه بریم یه جایی خب ما تو ماشین این بودیم بعد گفت سوار چی گفتم چه نه این ماشین گنده ها که یه آرمش یه لی اینجوری الی که کم فاصله اش کم تا زیر خنده اون پشت او فهمید چی به چی گفتم من ماشین فقط ماشین پیدا رو بلدم پیکان و پراید و پژو و اینا حالا اگه یه پرادو و پورشه هم در اومد حالا هم شما در نظر بگیرید خب آره گفتم بری پایین گناه کردی دلش بخواد گناه کردی ما ننه بابا اون بچه اون یاد دادم گفتن بری یه چیزی میخوای بخری بگو بزاتون تو نایلون مشکی گوشت میخوای بخری بگو بزاتون نایلون چی؟ میشه اون موقع بعدا گفته نالو مشکی اونم ایراد داره و اونم چی چی به داشته جمعش کردن خب اون موقع بود میگفتی بذار تو مشکی بابامون گفته مادرمون گفته بزاتون تو نالو مشکی برای چی گفت آقا تو راه میای یه خانواده یه نداره تو کوچه میبینه آه میکشه نه اثر داره زندگیتون خراب میشه الان که مد شده یارو میاد کنار این ماشین های گرون قیمت شیش آقا بده پای بله میگه این م... میخو چند میخری؟ پنجا هزار تون یه برو پیک کارت دور تا دور ماشین رو ختم خط میلس. هم همچی شو؟ باج بده اون کارش غلط ها اما در اثر چی وجود ما همین اغدا ها اسلام میگه تو حق نداری بری ما نور تجاملات بدی مثل همین بحث دیگه هم که داریم تو همین بحث بدهجابی و بیهجابیه یعنی الان بحث بعد حجابی نی بس بیهجابی خب میگه که آقا بدن خودم خودم میدونم به کسی رفتم غلط کردی اگه اومدی اونجا چرخی تو خیابون جوون مردم دلش خواست <oppositebacks> چیکار کنه؟ نه واقعا؟ چیکار کنه؟ بره به گناه بیفته؟ بدون میره گناه میکنه؟ یه دونه کپی برای تو مینویسم گناه رو عامل گناهی از اون کسی که انگوره رو کاشت میدونست انگوره رو برداشت میدونست انگوره رو برد کارخونه میدونست کارگری که کار کرد میدونست مشروب شد میدونست فروخت میدونست مشروبه و خورد میدونست همه اینا تو گناه اون شراب خاری مشترک کرد من میدونم دارم این گناه رو اشاره میدم این لا لا و به خاطر همین عزیز من این کاخ و کوخ داستانش اینه اسلام میگه پولدار چنقدر پول تو کورو شرکی نمیتونه ببینه برعکس شما پولدار بشید به فقرا کمک کنید صدقه مالتون رو بدید انقدر زیاد بشه که نتون جمع بکنید یارو اومد پیش پیغمبر ارزش یا رسول الله من نمیتونم پولمو جمع کنم دیگه خسته شدم حساب کتابش رد دستم در میره حضرت فرمود رو شطور یه ساندویچ درست کنم بخور حل میشه نونی به چون رو شطور هم بخور شطور کمک شو عقب جلو خیلی تکون میدادم این همیشه داش میرفت دستمالی هم گرفته بود که نریزو یک تیکه نون افتاد رو زمین پریدش از شطور پایین هر چی گش پیداش نکرد کارگر گرفت دور تا دور اونجا دیوار کشید بعد چند وقت خدمت پیامبر رسید گفت بابا آقا یا رسول الله تو قرار بود یه کاری کنی ما اینا کنترل بشه که زد چند برابر شد این فرموله چی چی بود به ما دادی حضرت چی شد ماجراگو خب بخاطر همین بود دیگه من گفتم تو کفران نعمت بکنی با این کارت خب تو چون شاکری لا, لا, لا. در این شکرتم مزیدن خدا بعضی فکر خدا عقده‌ایه نعوذ بالله اصلا عقده داره مثلا پدرینه در بین خیلی وقت این الان یه خوشحالی بوده این ای حرفا نیست اگه سختی میرسه از خودمونه ما بد عمل میکنیم آقا طرف زکات مالشو داره میده چرا کم بشه نه آدم میشناسم خرجه اساسی میکنه برای امام زمان رفته از خریده 200 میلیون تومان صاف اومده تو ایران یه مسابقه شرکت کرده اسبش اول شده شده 700 میلیون ها چه کاری 200 میلیونش میشه 700 میلیون چند ده نفر کودک نمیدونم یتیم تحت سرپرست داره بود نمیدونم به این مؤسسه کمک کنه خرج اون یکی رو بده و اون امامزاده رو درست بکنه همینطور هم داره بیشتر میشه الحمدلله آدمی تو زمینش تو زمین مزرعه و کشاورزیش یه ساختمون زده بعد اون شیر اون ناودونی که آب میخواد بریزه مردم چیکار میکنه ناودونی میزن بریزه بیرون میگه این خوب نیستش برای ناودون چاه زده که میگه آب بارون دوباره برگرده به چی برگرده به چاه برگرده به زمین کی حاضر همش خزینه‌ای بکنه خب هزینه رو میکنه انگار خدامون نشاستش بیشتر بشه تام کور بشه هر کی نمیتونه ببینه خب اینا رو اشتباه نکن بس نه اسلام با پولدار اینقدر پول برای پول نباشه بیمه فطیر خدا شده تو پولدار پیدا کن بیارش برای من من اینقدر پروژه مهدوی براش تعریف کنم بذار در بره اینقدر کارای رو زمین داریم که به خاطر نبود پول رو زمینه بیار تو من برات تعریف کنم اگه بلد نیستی کارهای اساسی ها یعنی امروز انجام بده مثل بمب خبر کنه تو دنیا خب بلد نبودن کسایی چون ما اعتقاد داریم تو رگبار بگیری یه تیر بزن جای جاش بزن تک تیر سنایپر رو یه تیر میزنن اونا دیگه میگن رگبار من مثلا فیلمای ما خب یه تیر بزن آره قرار نیست بود اصلا آیه ولایت تو کنارش زکات میاد یعنی چی یعنی تا تو زکات تو ندی ولایت برقرار نمیشه کسایی که خمس و زکاتشون رو نمیدن با آسبان فدک هیچ فرقی ندارن اونام هم حق امام معصوم رو نمیدادن اینا هم نمیدن پس این اشتباه نکن بلکه ما با این مشکل داریم که آقا تو پولدار شدی چرا زکات تو نمیدی پولدار شدی چرا مانور تجملات میدی حالا چه ایرادی داره به جای ماشین 300 میلیونی یعنی ماشین 100 میلیونی سوار بشی که زیاد تو چش نباشه یه روز همین 206 تو چش بود الان تو چش نیست ها البته بستگی به جاشم هم داره آ الان نمیدونم مثلا ماکسیماش هم دیگه تو چش نیست که تو خیابون دقت نمیکنه مثلا الان روی مازراتی و نمیدونم لامبورگینی و نمیدونم همین لکسوس و اون هم پورشه و روی اینا زومن الان ماشینای 300 میلیون با خب چه کاری مثلا شما الان مثلا مازراتی 1 میلیاردی نقطه دو... کدوم جاده اجازه میدن 120 بیشتر بری نه اون فقط میخواد بره دو دور بره اونجا سعادت آباد و اینور بره, بره نیاوران و یه بلوار 200 متر میرن دور میزن گیر میکنن بعد هم جام نگاه میکنن دیگه ترافیک چه خبره این اومدن دور دور ماشیناشونو به هم نشون بدن مانور تجملات اونجا عذاب الهی نازل نمیشه من رحمت خدا میدونم که تو همین شهر پایینش کسایی باشن که گیره سی هزار پول باشه خب ما توی بحث این که گفتم مثلا بسته بشه چهار تا نکتم گفته باشیم توی اصول گناه نکردن من یک سریخ مرور بکنم اصل اول که گفتیم دشمن رو میشناسیم راهکاراشو میشناسیم رو که کشف کردیم برعکس از هر جا حمله کرد اونو برطرف میکنیم و این باعث تقویت چی میشه ما میشه حتی تا جایی که نیروهای نظامی وقتی دشمنی ندارن میرن دشمن فرضی بگید میتراشن برای خودشون مانور انجام میدن که ایراداتشون چی بشه پیدا بشه باری کلا بعد اصلا در شرایط گناه قرار نگرفتن رو عرض کردیم خراب بکن پولای پشت سر که اگه به گناه میخواد بشه اصل شناخت انواع گناه شیرین غیر شیرین صغیره کبیره حق الله حق نفس حق ناس اینا رو گفتیم اصل عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنیم گفتیم اون دوربین مدار بسته و این بحثا شیشه رفلکس و اینا اصل کنترل ورودی ها مال حروم نگاه حروم چشد میبینه دلت میخواد به گناه میفتی چشو درویش کن اصل گناه گناه میآورد هر یه گناه گناه بعدی رو چیکار میکنه آسان‌تر می‌کنه فلزا نسبت به اولین گناهی که می‌کنید، خیلی محکم باشه قبه شکست دوباره قبه براش به وجود بیارید نذارید قبه گناه بشکنه هی به این فکر کنید که در مقابل چه کسی معصیت کردید به بزرگی اون کسی که کوچکی گناه نگاه نکنید به بزرگی اون کسی نگاه کنید که در مقابلش گناه کردید اصل کسرت تسبیحات گفتیم یکی از روش‌های چیه برای اینکه جلوی گناه گرفته ذکر زیاد بگید ذکر بگی جلو گناه گرفته میشه خاص یه روش خوب بتون یاد اون لحظه ای که شهوت بر شما غلبه کرد همون لحظه بلنشید دو رکت نماز مستحبی نشسته بخون تقدیمش هم بکنید به یکی از اهل بیت بگو نماز بخونم سوابشو تقدیم میکنم به امام زمانم سوابشو تقدیم میکنم به حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت نرجس خاتون ها حضرت خدیجه ام ملبنین. علیه السلام اینها رو می چیکار بکنیم همین همین کار اصلا به یک باره سرد سردت میکنه نسبت به انجام گناه همون لحظه بلند شد دو رکعت نماز بگو بعد این دو رکعت نماز من می گناه میکنم سکن. نمیری دیگه یعنی این تسبیح این ذکر جلوی چی انجام گناه میگیره چند تا روایت بخونم براتون از اهل بیت عزیزمون آقا امام صادق از آقا رسول الله اول بگم آقا رسول الله میفرماد ای علی سه کار بر این امت گران است میگه این امت خود من که من از همه بهتر میشناسم سه تا کار خیلی براشون سخته عجب ببین سه تا کار چیه سخت انجام دادش بیا بی کار کنیم بتونیم این کارا رو چیکار بکنیم بگید انجام بدیم تا نور چشمه کی باشیم آقا رسول الله باشیم نور چشم خدا باشیم یک انصاف در حق مردم یعنی چی یعنی تو امت من شیطان دست گذاشته این سه تا کار انجام نشه میده که امام صادق فرمود شیطان جز با ایان ما با کسی دیگر اصلا کاری ندارد تو تکفیری باش تا شب نماز بخون شیطان خدا شه برش میگه نماز خوندن این باعث میشه خط گم شه سجه میگم؟ خط گم بشه جز چون اینا تو خط تو بیرون این راه باش هر جمعه. تو این راه نباش هر جا میخوای باشی باش آه. انصاف در حق مردم خیلی مهمه انصاف داشته باشیم اجهاف کنیم بعضی از ما واقعا بی انصافیم. طرف طرف را رو حساب بکنه رفت پیش از مراجع عراق بعد گفت آقا جان این خمسا میکنه چرا امسا اینقدر زیاد آوردی؟ گفت راستشو بخواد تورم به وجود اومد دلار رفت بالا یک سوم شد ارزش وارد پولیم امروزش که دارم میکنم آقا خب من خریدم به قیمت گذشته بود اما وقتی رفت بالا به قیمت چی دلار روز فروختم درآمدم بیشتر شد به تبع اون خمسم بیشتر شده گفت اجهاف کرد گفت یعنی چی اجهاف برام بگو نمیفهمم گفت یعنی این که شم که رفت بالا سر عبا عبدالله لعنت الله برای سر عبا عبدالله حضرت فرمود برو من خودم انقدر خون ازم رفته تموم میکنم این کارو نکن قربون ابو عبدالله برم حتی نگران او ملعونم هست که داره میگه حضرت فرمود تالا هر خرابکاری کردی من حسین زمانت میکنم برو این کارو نکن گفت شم اگه سی چل سانه وای میستاد انقدر خون از پیکر متحر رفته بود تمام بود کار اما شم گفت نه نبرید بدن متحر رو برگردان <applause> گفت این اجهافه اینم پولت با برو گرفته چی شد انصاف خیلی خوب چیزیه ما انصاف نداریم خیلی وقت بی انصافی تو رفتارمون تو حرف زدن هست میدیم اصلا زیاده خواه طرف انصاف از نصف میاد پر روه. می میبینی بعضی ما داد آدم در میگه بابا همه چی که پر روی بابا یه طرف بی انصافه حق نمیبینه میگه شیطون این دست میذاره انصاف هم خوب چیزیه بابا چقدر این حرفا رو شنیدید؟ شنیدی تنتون بلرزه اون لحظه بدونید از امت رسول الله نیستید دو و ذکر الله علی کل حالن و اون کسی که در هر حال داره ذکر میگه نشسته بیکاره داره ذکر میگه اومده پا سخنرانی حسلم نره حتی دهنش تکون بده تو دلش میگه اصلا لا اله الا الله که اصلا لبات هم تکون نمیخوره ذکر مخفیه دیگه ذکر خفیه تو دلش اما ذکر فقط صرف این نیست ذکر یعنی یاد خدا بودن علا به ذکر الله تطمئن نمیخوره یعنی کسی که همیشه دائم یاد خود چه مشکل پیش خوبان که خدا دارم چرا ناراحت من خودم بعضی موقع همین تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بعد نماز اینقدر آرومم کرده من تو فکر کردم مشکلات ما زیاد داریم ما هر روز یه داستانی داریم هر روز یه داستانی داریم بعد بعضی موقع از صهیونیست‌ها بعضی موقع از خودیا دیگانه بیگانه اگر میشه آقا این برادرمون دیروز دیشب آقا شما گفتی تو هیئت‌ها حسین حسین نگن پناه بر خودی کی جورت و من که بگو بهش بچسبه ما که ادامه اینه که حداقل این اینطور هستش که هیاتی هستیم که خب آقا کی میتونه بگه آقا اینجا میگن شما گفتی اینا حسین حسین نگین کی گفتم برو برده بیار خب بعد فهمیدیم نه بابا دو سه نفر دیگه هم اون گفتیم فهمیدیم اصلا یک داستانی شایعی همجا افتاده رفته افتاده ای داستان زیاد داریم من گفتم کسی که غیبت میکنم بخشیدم کسی که تومد زدن هیچ وقت نمیبخشم وقت چرا چون صرف من مهم نیست بحث دینم مهمه اونجا یه چیز دیگه اون وسط ضربه میخوره نمیبخشنش مطمئنی یعنی صد درصدی شما بله ما با عزاداری های انحرافی من مخالفم یا براتون فیلم نشون بدم شما خودتون قضاوت بکنید ببینید طرف آتیش درست کرد رو آتیش داره راه میره با شبکه وهابی اینو چسبونه کنار رو آتیش راه رفتن هندیا میگه اینا همین مرتضان ها. خب این سودش چقدر ضررش شد من با این مخالفم اعلام میکنم فوش میخواد بدید بدید من که واسه خوشایند شما حرف نمیزنم که مخالفتم هم, هم هیچ کی جگر نره خوشی جور حضرت قرار بده از ما امام حسین هیچ کی جرئت نداره بحث اون سر چیه سر اینکه من صبح تا شب با این مستفسر این سر کله میزنم منم میای رو از اروپا بولا میشه میاد میگه آقا نگاه کنید این فیلمتون پخش شده گند زده رفته من یکی از همین آقایونی که خیلی بحث میکرد در مورد قم زنی باش جلسه خوب گذاشتم خودم رفتم پیشش که تهمت نزده باشم آما رو بهش نشون دادم عکس رو زدم شیا زدم تو اینترنت نگاه کنم میزنم سنی مسلم همش نماز جماعت میزیاد تو گوگل ایمیج اینم شیا مسلم چرا چش خودش گفتم نگاه کن همش قمه اومد گفتم طرف اسپانیایی بوده میخواست شیعه بشه برای من کلی هم رو مخش کار کردم به من ایمیل زده یو آر وایلز شما یه مش وحشی هستید. اینم دلیلش لینک گوگل ایمیج برام گذاشته. این عبارت بنده است بچه‌مون اصلا دو تا بچه دفترمون داره. گفتم گردن میگیری آقا <applause> گردن میگیری بریم مثلا ما با اهل بیت خودم بترسید. در هر ذکر در هر حالی به ذکر ذکر بگیم این گناه با. من در مورد ذکر حالی صحبت کردم یه بار دیگه میگم الان جاشه یه ذکر داریم خفی مثلا لبا هم نمیخواد لا اله الا الله که ذکر کسایی که نمیخوان ریا کنن میشاستی گوشی دانش هم وسط داره ذکر میگه گفتیم از ذکر با قلب چی میشه نوسان قلب یکی میشه بعد خیلی عالی میشه خیلی خیلی خوب میشه مثلا قلبت ذکر میگه بعد ذکر جلی از آن الله اکبر داد میزنه و بلنگو هم داد میزنه همه بشنند یه ذکر ذکر حالی در هر حالی هستی داری ذکر میگی ولی داره غذا میخوری ولو خوابی عزم میخوام ولو غذای حاجت داری میکنی تو رابطه جنسی هستی داری ذکر میگم من میشم چیز. خوابم چی شدم ذکر میگم میا اون زمانی است که حال تو به امضای امام زمانت رسید یعنی میگی دارم میخوابم که انرژی کسب کنم که برای امام زمانم کار کنم تمام تایم خواب تو برات می سواب ثواب داره میره غذای حاجت اذیت داره میشه دیگه داره میره غذای حاجت میخوام این اذیت و آزار ازم دفع بشه یا بشم کار بکنم برای اون کار برایش ثوابی می بابا کجای دنیا هم چی چیزی مف مف خدای میگرده بفرسته بهش خیلی بیورزن اینایی که میرن جهنم خدا شد. نوشه جونشون به خدا به دنبال میگرده خوبی رو ده برابر میکنه بدی رو همون قد می نویسه. یه هفته فرصت میده همون بدی که باز یک دهمه ده نسبت به خوبیه یه هفته فرصت میده توبه کنی باز شب قدر میذاره عرفه میذاره محرم میذاره خب خدایش بیورزن میرن دیگه جهنم خونه. یارو بخواب ثواب بکنه برید یه کاری کنید درس خوندن تو نظر امام زمان باشه یادتونه امنیه رو داشته میگفتیم سؤلو میگفتیم چرا قشنگ دیشب تو دای افتتاح خوندید ها که تو او سؤله ای من اصلا بر رسیدن به اون سؤلم به سمت تو آمدم سؤل همه خداست سؤل زمینیم توی امام زمان همه از میشه ذکر اینا که دائم ذکر میگن الا کل حالم و مورد سوم اینا که مواسات دارن مواسات مالی دارن در حق برادرشون مواسات گفتیم ترجمهشو گفتیم یک بار دیگه هم میگیم چاره نیست برای اینکه پکیجمون این دستمون کامل بشه یکی هست من پول ندارم شما میخواید داری، شما داری حالا مهم نیست من دارم یا ندارم میگم چون من ندارم ان شاء شما هم نداشته باشی این اسمش چیه هیچ آدم پدر سوخته حسودی خب این حسودیه حسادته یک موقعی هستش که نه شما داری من ندارم میگم ان او داشته باشه خدا کاش ما هم ای میشه چی قبطه این خیلی خوبه انقدر من قبطه میخورم این کسایی که راحت گریه میکنن نمیگم ان شاء خوش بشه ازش ما گیر کنیم این خوش به با حالش ببین چه عنایت که از زهرا ببین چه عشق چشم مال از زهرا اجازه دست تو هر موقع تو هیئت گیرتون نگفته سری برید به یک آره با از زهرا سری یه ارتباط بگیرید سری بگید بیبی بی جان عنایت کن من سری حل میشه بعد آقا عشق و میقبته میخور با کسایی که کسی رول بکاهن بکاهن راحت عشق خوش به حالش میخوریم اما حسودیمون نمیشه یه موقع هستش من دارم اون نداره میگم بیا مال تو این اسمش چی ایثار ایثار میکنم من دارم تو نداری بیا مال تو جانشو طرف میده برای حفظ جان یکی دیگه که جان اون نره ها ایثار یه چیز داریم از اینم بالاتره مواسات زیارت حضرت عباس میخونی میگی الاخ المواسی هیچ کم نمیفهمی یعنی چی مواسات یعنی که من که ندارم من دارم ببخشید تو نداری نمیتونم هم بهت بدم شرایط زمانی فاصله نقطه شرایط مکانی فاصله نقطه اما چون تو نداری منم مصرف نمیکنم. نمیخوام. وقتی تو شکم اسبش رفت تو آب که من آب دارم اینجا تو نداری بعیدم میدونم برسه چیزی شو نمیخوام میشه مواصات خیلی با آقا الان قضیه ها اینجوری زیر موشک بارونن یه خورده مراعات کنیم. بعضی موقع تو ماشین نشستی کولر ماشین رو خاموش کن شیشر بده پایین یه خورده باد گرم بخور بیاد اون کسایی که چی ندارن او تو نداری منم نیم ساعت خاموش میکنم که حس کنم روزه بگیریم دوشنبه ها پنج شنبه ها نه فقط مال رمزون بیاد اون کسایی که چی گرسنگی میکشه خودتو برسون به کسایی که تو آب داری نمیتونی برسی بهشون 1400 سال برگردی بری سال 61 که اجری بری تو آشورا نمیتونی یه حوس آب کردی تشنه بگو به یاد لب عطشان و حسین نیم ساعت این آب خوردن می نزم اقل این مباسات انقدر خدا دوست داره این بندش او تا نداره پیام برفن یا علی سید الاعمال و ثلاف آقای عمل ها سه تا چیزه چی؟ رفتار از سر مواسات با برادر مؤمن علل خصوص مواسات مالی حضرت فرمود مواسات مالی همینه آقا اون نداره من برم, برم با ماشین آنچنانی منور تجملات بدم براش من میدونم نداره اون آقا اول مدرسه هاست میخوام بره همه لباس نو تنشون میکنن بعض از این بچه هاست بچه هم شعور داره میفهمن لباس نو اون روز تنشون نمی میگن دوست هم کلاسیمون هستن نداریم رضا حال کنه بگه اینم فلانی هم برای چی میگن یک حاکم تو جامعه اسلامی باید مثل فقیر زندگی کنه برای که اون فقیر بگه نگاه کن او هم مثل منه علی ابن عبی طالب علیه السلام ابو تراب بود رو خاک میشست نون جوی که امیر المومنی میخورد فقرا نمیخوردن با زانو میشکن مگه دارید ماجرا شده دیگه که یه فقیر رسید حضرت گفت بیا نون آوردم تو نخلستون داشت کار میکنه گفت با هم بخوریم این دو تا گاز زدید هر کاری میکنه اینو نمیتونه بخوره گفت چه جوری اینو میخوری گفت مینازم تو کاسه آب نم میکشه نون جو نمیتونید بخورید اینجوری بعد مزه است برای ما که به آرد سفید عادت داریم میدونی تو آب نم بکشه اصلا فکرش هم نمیتونی بکنی بعد گفت این چی جوری میخوره آقا یه آقایی رو من میشناسم بهت میده آدرس خونه محسن داد حضرت امیر گفت برو اونجا رفت و بعد اونجا گفت آقا میشه پرس غذا هم میدیم من ببرم با خودم گفت گفت یه باغونی انقدر دلم با حال این سخی بنده خدا هیچی نداشت گفت کجا بود گفت اینجا حضرت گریس گفتی این صفره مالا اونه بابا ببین چه ابراز همدردی این میشه مباسات آقا دوست داره همچین که سایر این میشه که انتخاب میشه اهل مباسات نه فخر فروشی بعضیا عمدن میدونن این مشکل تو خانما زیاد ها عمدن طلا میخره یه جوری دستاشو تکون میده ببینه اون چشه جاریه درات. خدا به دادتون برسه. آقا سر چشم هم چشم گوشی موبایل عوض کنیم. خدا به دادمون برسه آقا بعضیا که الان دارن مانور میدن با ناموسشون دست زنشو میگیره تو خیابون میچرخونه هزار جور بزک میکنه میگه آی چشاتون در بیاد ببینید چقدر زنم خوشگله منظورش اینه دیگه خیلی اوضاشون خرابه خدا به خودمون بیاد گفت رفتار منصفانه با من رعایت مساوات بازم مواسات و یاد خدا امام صادق فرمود برای هر چیز حدی بر هر عبادتی حدی وجود داره حج حد داره میرید تمام کنید نماز همین مرتبه بخون تمام کنید روزه گرفتیم رسیدیم به افطار تمام جز ذکر خدا که هیچ حد و اندازه ای نداره تو خواب نمیشه نماز خون تو خواب میشه ذکر گفت تو خواب میشه گفت. گفتم ذکر حالی یادتون داره میگه خواب روزه دار چیه عبادت دا چرا چون سست میشه تو مارمزون خدا میگه این خوابش از سر گشنگی این به خاطر من داره گرسنگی و تشنگی میگه این براش عبادت بنویسی چون به خاطر منه چرا قشنگ چون هدف من شد رفت به اون سمت چیکارش که گفت برای منه بنویسی میگه خواب روزدار دار سکوتش تسبیحه و تو دفتر بچه ها خیلی حرف میزنم میگم یه کمی تسبیح روزدارانه بگید یعنی ساکت این ساکت بعد این آیه را حضرت تلاوت فرمودن یا ایو الذین آمنوا ذکر الله ذکرن کثیرا خدا را با ذکر کسید هر یاد کنید و سبحوه بکرتم و اصیلا صبح و شام ذکر او رو بگید آقا بیا ست تا سلوات فرستادن داریم رو میریم تصمیم دست دست انگوشتامون این یا رو اومده میذاری دور انگشت میبندید تق 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 کامپیوتر یا یه اصلا که علما نداشتن هیچکی کی نداشته ما ها داریم راحت چین برامون اینو زده دیگه چین گفتم اینا که میرن اینا میرن چین سفارش میدن گفتم بابا سفارش میدید این یه ایرادی داره چون بعضی موقع مطمئن نیست این دکمه رو گرفته یا نگرفته بگید براش یه بوقی هم بذاره یه دکمه بذاره که خب بگید دید دید مثل موبایل که بخواد ببینید دکمش گرفته یا نه حالت صدا داری هم داره گفتم دید دیدی دید کنه بفهمید دید, دید دید این داره میخوره آره دید 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 دید. یا دارو رفت شمال آروم آروم تراکم جنگل زیاد میشه دیگه گفت درخ رفت رو دید درخ درخ رسید جلو دید خیلی گفت درخ درخ رخ رخ درخ درخ ایشون هم همینجوری داره ریت میگیره این بغل میگه دید 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 شب ای دال اون موقع انشاءالله دید 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 میکنیم تجزیات خوب بود خدا ایشون دیشب گفتم آره بعد میفرماد پدرمان در حین راه رفتن یعنی آقای من باقر رو میفرماد راه رفتن غذا خوردن و حتی سخن گفتن ذکر میگفت دیدی؟ بعد تو صحبت کردنشون زرنگن الحمدلله رفتیم شکر خدا خوب بود آقا از سخفه رو چه حرف شما میزنید انشالله حالا ببینیم چی میشه ای... یاد خدا این کلمات اسم الله دائم داره میاد داره میری چشت میفته به نامحرم ماشاءالله الله لا حول, حول. سری بعدش بگو استغفر الله آره تا جایی که زبان مبارکش به کامش میچسبید حالا ما نخواستیم سهمان امام باقر ذکر بگید. نمیتونید خب یه زبان مبارک به کام میچسبید اینقدر چون ببین ای عاشق این ذکر گفتنه فقط دوست داره یاد خدا باشه این میشه و یک سره لا اله الا الله میگفت همون ذکر آره مخفی که ایشکی نمیفهم و اهل ذکرن بعضیا من خیلی وقت تو مترو کسایی رو دیدم واقعا نشستن میبینی با انگشتشون در اینجوری میگن میفهمی داره یه ذکری میگه خب اما لا اله الا الله هم داره میگه دقیق میشم اینم لواش که تکون نمیخورم یا یه آب دهنی قورت میده معلومه دهنش خوش شده به خاطر اون لا اله الا الله گفتم میفهمی ولی کلا نم کیف میکنه بعضی رو میبینن اصلا تیپ های آنچنانی دارن و سر و اما تسبیح دستشون از این چیزا همین الکترونیکی ها دستشونه یادا ذکر میگه بازم آفرین ذکر خدا یعنی چی دائم اسم خدا اومدن این راه را گناه میگیره بین و این ما را جمع میکرد امام صدا میفهمد که من و داداشام و اینا بچهاشو جمع می‌کرد. و تا سلو طلوع صبح ذکر می‌گفتیم با هم بین و طوله نمیداشت بخوابیم بیدارمون می کرد. گفت بیاد بچه هم بی با هم ذکر بگیم یه جوری که نگه زده بشن و قشنگ امام و بلد تربیت آن کس که قرائت میدانست قرآن میخوان و آن کس که نمیدانست ذکر میگفت بچه کوچیک قرآن نمیتونی میتونی 20 تا صلوات برام بفرستی ببینم سبحان الله جایزه بهش بدی سری نه اینکه بچه‌ها دل خواب به کشونی بیدار و مثلا رسن تقریبا 14 سال شد او شاکی میشه فوش میده دلش خب نه جایزه داشته باشه یه جوری بگه پاش به نماز بودو این مهمه پس اینا عزیزان مد نظر ما تو بحث ذکر باشه خب تا اینجا رو ما گفتیم کسرت تسبیحات رو گفتیم بعد اصل توکل رو گفتیم که دائم به خدا توکل کنید انشالله آقا توکل با خداست به فلانی برخورده به درک برخورده به او چه ربطی داره من خدا رو دارم اصل خدمت شا... شما عرض کنم اصل خیرخواهی رو گفتیم گفتیم که چی من رضی ل اخیه المؤمن به ما یرضاه لنفسه راضی باشه برای بعد اصل این که تو مصیبت ها اصل مدیریت بحران بحران های زندگی یکی از جایی که شما عادت کردید به مسیر عادی شیطون تا به گناه بنازتون تو یه بحران از دست دادن یه عزیز یه مشکل یهویی میاد سراغت رو مخت میره یهویی سقوط می‌کنی یه حرف کفرآمیز خدای نکرده میزنی اینم گفتیم مدیریت کنید تو بحران ها مدیریت کنید رفیق داشتیم پدرش از دست داده بود بعد این اصلا گریه نکرد بچه گفتم گفتم این گریه نمیکنه دو داداش بزرگش زار زار اشک میریخت این سرطان هنجره داشت فوت شد خدا بیامرزه بعد این خدمت شما عرض بکنم که این خیلی گریه می‌کرد یاد تا جایی که ما رفیقا به نجیب بگیریم بزنیمش یکی که بزنیم زیر گوشش شاید گریش در گفت نگو سکته کن رفیقم اومد مسجد خط صورت گرفت و دفن صورت گرفت و اومدن مسجد آقا تا روز خون رفت روز ابو عبدالله خون دیدم یا خدا نمیتونه جلوش حالا شد جلوش الله این این بعد به ما درس میداد خب اشکشو بر هر مصیبتی به هر مصیبتی سرت بیاد یه جمله هست که کارو تموم میکنه لا یوم یوم کیابات مصیبت از حضرت زینب بیشتر میخوای ببینی به خدا نمیگی اینقدر این خانم مظلومه اینقدر این خانم مظلومه که اصلا دو تا پسرش گمند تو کربلا بابا مادر شهید میفهمید یعنی چی دو تا دستگل از دست داده تنها کسایی بود که بدرقه نکرد از بین نرفت گفت مبادا امام خجالت بکشه بابا داغ برادر چه برادری؟ امام چه اینقدر ما میگیم برادر چه اینقدر میگیم برادر ها چرا میگیم داغ امام زمان جلو چشش از سر قضا برادرش هم هست مثل حضرت عباس امام زمانش کیسه داشت کرد امام زمانش برادر سیدی مولای وقتی دیگه تموم شد کار تموم شد و رفتنی شد و بعد از زهرا اجازه رو داد و اینا فرمود اخا ادرک از زینب شما نگاه کنید طرف تو بم بود چند نفر از خانواده‌اش دست داده بود من یادمه میگفت تنها چیزی که منو آرامش میده کربلاست این داستان یا ها خب به یه مصیبت طرف می‌بینی از دست میره چون این مکاتش مونده بود من دیشب نتونسته بودم بگم خوب نبود اصل کنترل نیازها گفتیم آقا نذار نیاز در تو به وجود بیاد که بعدا بری به سمت جبران الان کاری که این تبلیغات تلویزیونی میکنن چیه در شما نیازی به وجود میاد که اون نیاز کاذبه اصلا نیاز به همچین چیزی نداری یه جوری میشه که اگه کفش فلانو نداشته باشی تو اصلا نمیتونی بیاد روی بری اگه حل اون نزنی به سر و کلت بیریخ میشی 80 ساله میزنی 18 ساله میشه خب حل از اون سر و کلت کلی هم بابا میگن تبلیغات صدا و سیما کلی پولشون و صبح تا شب حلزون از این ور میره و بالا میمد پایین این ور میره حلزون تو حلزون و فلان اینجور شده آوی کجا میری؟ برای چی؟ چرا؟ تبلیغات یعنی تو اگه نری اون کلاسه خدا نری اون کلاسه بدبخت بیچاره اینا برید کنی یارو ابتدایی بود بچه بابا میگم بفرستم کلاس تست گفتم مخ این بچه پیاده میشه برای چی برای اینکه درش نیاز به وجود آورده اگه نری تو کنکور قبول والا ما یک کلاس کنکور نرفتیم دانشگاه قبول شد این هم آدم قبول شدن یه حرفا چیه میاد در شما یه نیاز کاذب ببند نیاز به وجود نیاد من میدونم سواری ماشین بشم در من نیاز به وجود نیاد میدونم برم خونه یه نفر نگاه کنم اون تلویزیونش و اون دکوراسیونش و اون بعدن میشناسم خودمو نمیرم این عزیزم میری تو خود تو شرط گناه قرار میدی و میگه چرا من گناه میکنم خدا یا جلوی گناه من را بگیر نه نه رو خود اصل بعدی اصل هشتونو میذارم فردا اصل رام کردن نفس و اصل مبارزه با گناه در مستحبات که خیلی مهم راه کار عملیه اصل بعدی اصل دهم ده دایره طلایی ترک گناه خودتون رو بنازید تو دایره طلایی ترک تو گفتیم دایره نکبت گناه یه دایره نکبت که هرچی گناه میکنی گناه بعدی راحتتر راحتتر اصلا میفتیم تو جلوشو بگیری فنر که برعکس همجی میره بالا دایره تلای ترک گناه میره بالا همجری خیلی عالیه خیلی خیلی خوبه یعنی چی؟ یه گناه رو که ترک میکنی گناه بعدی رو چی؟ آسانتر ترک میکنی چرا؟ چون وجدانه بیدارتر شده یه نیروی کمکی از درون داری لطف خدا این بندش رو اومد خدا میگه یهدی من یشا تو عربی گفتیم یعنی خواست دو طرفه یورید خواست یه طرفه است یشا خواست دو طرفه یورید این گوش خودم میخوام بکنم زمین به ایشکم اما آ من نمیدونم یه گوش خودم میخوام بکنم تو سر کله شما میگه بابا درست گوش تو همون کله منه منم باید اجازه بدم اولی میشه خواستن دوم میشه خواسته ما دیدیم میگیم خواسته من اینه یعنی چی یعنی شما باید اجازه بدی یهدی من یشا یعنی چی یعنی تو هم میخوای خدا هدایتت میکنه متوجه چی تو میخواید هدایت دیگه اگر کسی یه گناه ترک کرد یه قدم رفته خدا چند قدم میاد ده قدم گناه بعدی ده برابر آسان تر میکن باور کنید دست بذارید شروع کنیم ببین نتیجه میگیریم یا نه اصل دایره طلایی ترک گناه طلایی ارزشمند اون دایره نکبت انجام گناه بود همینطور گناه بعدی آسان تر میشه ترکش بعد شما میای خودت رو نسبت به یک سال، دو سال، سه سال قبلت میسنجی. شما جوون میبینی ا من سه سال پیش همین موقع الان آدمی نبودم برم مناجات. اما امسال چیه؟ اومدم چقدر فرق کردم. نقطه ای که خودتو بررسی می چقدر رشد داشتی؟ ببین سقوط داشتی، رشد داشتی، سقوط داشتی، رشد داشتی اما در مجموع از اینجا اومدی اینجا. از نقطه آ ای چی؟ نقطه به خیلی رشد داشتی باری کلا الان میگم تو با اصل ودیا چیکار کنی تو بتونی اینو بری این خیلی خوبه این میشه چی الان نکتهشو عرض میکنم اصل داریم به اسم مهمه اصل مهمی است اصل صخره نوردی تو ترک گناه یعنی چی شما صخره نوردی دیدید میرن بالا یه میخی به سیخی یه چیزی میکنن تو دیوار محکم نیم ساعت هم وقت میذارن دلر میزنن چکش میزنن دو ساعت اونجا حلقهشو میندازه بعد میره چی بعدی بیکاره یه صخره هم از چی گازش میگیرم بالا اینا هم فرق اینا تو چیه هیچ افتادن <applause> اون اگه افتاد سه نفر دیم. سه مدل یکی میخ میزنه محکم یکی میخ میزنه شل یکی میخ کلا اون که میره کلن به درک واسه میشه میافت با کاردک باید جمعش کن اما اونی که شل میزنه میره بالا این میاد هی گیر میکنه یه کنده میشه میاد پایین هی گیر میکنه دوباره کنده میشه او هم به درک واصل میشه درسته منتها با شدت چی کمتری با بیل جمعش میکنن کاردک نمیخواد اما اونی که محکم کرده یه جا سقوط کرد میفته به قبلی چی قشنگ گیر میکنه ببین چرا چون محکمش کرده تو اصل صخرهوردی اینه ببینید وقتی سراغ فضایل اخلاقی میرید تا یه چیزی رو محکم نکردی سراغ بعدی نری یه دیده یه شبه طرف یه شب تصمیم میگیری که اصلا کوه بردار نمیتونی چه لافش رو میزنی تو شروع به که ما چی شروع کنیم یا اولین چیزی که شروع میکنید نمازه نماز اول وقت تمام. نماز همون اول وقتش. آقا هر جوری شو سعیم و بر این میذارم که چی اول وقت بخونم نشد حالا کار پیش اومد حالا قبول نماز اول وقت میخونم دومین چیز چی باشه من به شما میگم احترام به پدر و مادر این دوتا خیلی مهمه من اصلا شروع این دوتا میخ اولی رو میگم چجوری بزن لای سخته اما محکم کنید چهل روز عهد ببندید با خودتون میگی چهل روز از آسمون شهاب سنگ بارید من نمازم رو چی؟ اول وقت میخورم حد المقدور منطقی حد المقدور چیزی نباشه که شل بگیری و دیگه بعد بلش کنی متوجه چی میگم؟ با خودت میدونی خدات دیگه که اونجا نفست خاص یا نه آقا یه موقع است من سوار چیکار کنم؟ تو هم هواپیما هم میشه خوندا اما یه حالت خاص پیش میاد آقا مرگ و زندگی و یه نفر اما میخوام اینو بهتون میگم نماز اول وقت بخونید من خودم به اثبات شده هر برا هر کاری نماز و عقب انداختم دقیقا از دستم رفت اون کار حد اقل دیگه خدا خیلی بهم لطف کرد به اندازه تایم همون قد زمان نماز قشنگ به اثبات شده اثبات شده یعنی اصلا اینقدر جالب یه جوری که مطمئنم یقین دارم روی مسئله حالا میخوای بگی تو به خودت تلقین کردی اونو من دیگه من بیم بیم این به من اثبات شده من اینو که محکمش کردم میبینم تو چل روز محکم بگید نشد یه چله دیگه دا میدم الکیت نمیخواد باری الله عجب سخته نوردی دو کیلومتر رفته بالا دو قرون نمیارزه سقوط کنی نمازم میره یهویی اما اگه اینو محکم کردی رفتی بالا برگردی تو نماز هنوز هستی پل جاپات محکمه جاپاتون رو محکم کنید برای کسب فضائل اخلاقی و دفعه و ترک رضائل اخلاقی چه روز نشد چه روز دیگه شده 120 روز چهار ماه ایرادی نه نشد یک سال من فقط تخصصی دارم رو چی کار میکنم؟ نمازم میخونم اینی که محکم که برای چیه؟ مرحومای بهجت میفرمودن که آقا انجام واجبات نمیخواد رو مستحبات فلان برید یعنی چی اینطور تو ریشت مشکل داره بابا اون میخواد اولی رو درست نکوبیدی خشت اول چون نعد معمار کج تا سریا میره و دیوار کج بعد که بیفتی این اصلا شله فونداسیون نداره پی نداره آس نداره میفته خراب میشه این اصل اساسی تو ترک گناهه در ترک گناه با اصل سخر نوردی هرچی ریجه قشنگ محکمش کنید بعد چرا گفتم از نماز شروع کن ان ها ان الفحشاء خودش جلو خیلی گناه ها رو میگیره نمیتونی عرق بخوری چرا چون میگه تا 40 روز اصلا نمازش قبول نیست نمیگه 40 روز نماز نخونا میگه قبول نیست تو وظیفت بخونی تو نوعی خدا نکرد از این جنب دور اصلا نمیشه نمیشه آدم نجاست داشته باشه بر بدنش تهارت نداشته باشه یعنی خود نماز اصلا یه آرپیچی تو شکم شیطونه یه حدیث براتون بخونم از آقا صاحب زمان جیگرتون حال بیاد یه وقتی گذاشتم ان به زودی ما اینو تو سایت قرار میدیم احادیث و نامه های آقا صاحب زمان رو یه اپلیکیشن و موبایل قرار میدیم همش احادیث فقط آقا صاحب زمان خیلی هم خوب کار یکی از دوستان قرار کار بکنه قولش هم تو جلسه هست قولش هم داده اینکه اینو اینا که نگه میداره یه کتاب حدیثی این کار انجام دادن اینکه نگهش میداری میتونی به عنوان با به شکل اس ام اس و نمیدونم این نرم افزارهای جدید و وایبر و نمیدونم چی چی و فلان و بلوتوث رو بفرستی بر بقیه یه چیزی تو کلیت فرمایشات آقا صاحب از زمان دیدم دیدم این چقدر لحن آقامون عزت مدارانه است اصلا لحن امامات و احادیث جوریه که یه جوری میفهمی حدیث از کدوم امامه از موضوع حدیث و چی لحن عربی حدیث مثلا اصلا, اصلا کلام امیرالمومنین اصلا امیر ملکی کلام خب اصلا یک حد احادیث دشمن شناسی 90 درصدش مال امیرالمومنین نظافت این جور مسائل می‌بینید آقا رسول الله خیلی حدیث سند مسواک این نکات درسته خب آ... آ... من دنبالی میگشم آقا صاحب زمان فهمیدم چقدر این کلام عزت مدارانه است یعنی اصلا آقا قربونش بدم جز خودش هیچ قبول نداره اصلا عشق میکردم حس نوکری بهم دست میداد مثلا ارباب بود خب یه حدیث براتون می‌خونم حضرت فرمود ته مطلب گفت میخواد پوز شیطون رو به خاک بمالی یه پخ کله هارومزاده رو بگیری بذار رو زمین یه فشار بدی پوزش رو به خاک بپال پخ کلهش یه فشار دیگه بدی ما ارغم انف شیطان به مثل صلات هیچی مثل نماز پوز این حروم لغمه رو به زمین نمیده هر باری که داری نماز میخونی پوز رو به خاک میمونه میدونی روزی چند میلیون میلیارد بار این پوزش به خاک مالیده میشه و فکر نکنید شیطان کوتک نمیخوره کوتک میخوره ببین حضرت مبالغه نمیکنه ها نفرم بزنید زیر گوش شیطان گفت ارقم بی مالی انف این پوزش و دماغش رو خاک بزنید لیل آورده کنی. خب به مثل سلات وقتی اونو جا انداختی اصلا انگار تجهیزات سخر نوردی و کوه نوردی آپدیت میشه، به روز میشه، قوی میشه، راحت اوج میگیری میری بالا. پس اصل چی؟ سخر نوری تو ترکی گناه یه چیز رو میگیریم محکم جا می از چم شروع میکنیم؟ نماز اول فردا به تو میگم چیکار کنی که نماز از دست نره تو اصل مبارزه با شیطان در مستحبات خیلی بحث جالبی خواهد بود بعیدم میدونم کسی جای نقل کرده باشه گفته باشه ای اسمام که میگم اصلا نمیدونم صخره اینو اسم خودم گذاشتم ها نکنی یه چیزی مثلا دارم. شما اسمش کن اصل کوه نبرده. چه میدونم هر دوست داری خب این خیلی مهمه اصل بعدی اصل فراموش نکردن خلیفت اللهی یکی از اساسی ترین مسائلی که خیلی باعث میشه ما خوب بتونیم جلو گناه کردن رو بگیریم این که دائم فراموش نکنیم که چی؟ آه. ما اصلا مال اینجا نیستیم قریبی این زمین قریبی اون میکنه ماز بالایی ما بالا می رویم ماز دریایی و ما دریا می رویم ما مال اینجایی نیستیم که اصلا چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم انا لله و انا الیه راجعون از رجعه میاد رجعه یعنی چی؟ برگشتن بر... چه کسی برمیگرده؟ کسی که اومده میاد و بر برمیگرده ما اومدیم که قرار است اصلا اصل قرار به خاطر میکنیم مثل مولا امیرانو میگه شوق من به مرگ از طفل شیرخواره به پستان مادرش بیشتر است خب دوست دارم برگم خونم فلزا وقتی میزنن حضر حضرت میفهمد فستو و برم بیجم آخش خدای کعبه رستگار شدم به خدای اون کعبه که در همونجا به دنیا آمده اشاره میکنه یادمون نره بابا وقت ببین انقدر مقامت بالاست جبرئیل سجده کرد بران مقام تو این مقامی که قابل تغییره میتونی اسفل و سافلین باشی میتونی بری اعلی الیین انقدر میتونی به امام معصوم هیچ وقت نمیشه به امام معصوم رسید چون اگه بشه بش رسید ازش میشه رد شد منطقا به چی بشه رسید میشه ازش رد شد فر اما میشه بی نهایت بهش شبیه شد تو ریاضی میگه مجانب ها بی نهایت بار به یه چیزی نزدیک میشن اما هیچ بهش نمیرسن زیر مجموعه هر مجموعه چیه؟ یکیش هم خودشه اما خودش نیست زیر مجموعه هر مجموعه ای خودش هم از مجموعه یک و دو یکی از یک دو یک و دو مجموعه توهی هم اونها اونا بکرام. یکی خودش اما خودش نیست یکی میتونه بی بار به امام معصوم شبیه بشه مثل کی؟ مثل حضرت زینب سلام الله مثل حضرت عباس علیه السلام دنبال اینه که به امام معصوم شبیه بشه گفتم برادرش که زودتر به میدون میفرستاد گفتن چرا این کار میکنی؟ گفت امروز مولایم داغ برادر میبیند میخواهم در داغ برادر دیدن هم شبیه امام هم شب. عجب این چه جوری میخواد شبیه بشه؟ چقدر اینو اصل گذاشتی به خلیفت و لایت فکر کنی؟ راهکار بهت بدم راهکار هی دائم به این فکر کن اگر حجت ابن الحسن الاسکری می بود این کاری را که من امروز میخواهم انجام بدهم انجام میداد یا نه من چون میخوام شبیه او جلوی 95 درصد گناهاتونه همین حرف میگیره میخوای زیرا بیار رو بزنی میخوای دروغ بگی میخوای تهمت بزنی خدا نکرد میخوای نزول بخوری این پناه بر خدای ما منصوب کارا میکنه ما منصوب دشمنشو بخشید فوش میدادن به اهل بیت میشستن فوشه اینا رو منطقی جواب میدادن چند بیم فکر کنی؟ طرف رسید خدمت امام باقر شروع کرد به حضرت امام باقر علیه السلام تو این کردن و فلان جو چیزا اینقدر قشنگ اگر اینایی که میگی راست میگی که خدا به داد ما برسه اگر اینایی که میگی داری اشتباه میکنی مثلا داری تهمت میزنی خب خدا به داد تو برسه خیلی کار بدی داری میکنی منطقی میشه اصلا فوشاشو جواب او اون یارو یکی آقا رسول خونه میخواد بیاد بره بیرون انگار هفت خانه میخواد یکی شکمبه گوسفند میری خون یکی نمیدونم خاکستر میده خون یکی تیغ میزد اون یکی سنگ مینداخت اون یکی فوش میداد بعد یه روز دیدی مرحله خاکستر را راحت آقا داره خاکستر هم سخت بودا چون لباس های عربا سفید بود توی اون گرما عمدن خاکستر میریختن که مجبور بشه چی؟ بره بشور و بعد بدون مواد شوینده امروزی و این چیزا خیلی سخت بود اگه لباسی سیاه میشد حواسشون جمع بود لباس سفیدشون سیاه نشه عمدن خاکستر میخین پیر مرد یهودی بعد اینا اصلا کارشون بود در رو پشت بوم یه چیزی انداختن بعد حضرت فرمود که امروز چرا دو سه روز این مرحله رو داریم راحت میریم به قولی نیم بابا گفتم مریضه، گفت ا بریم یه سری بهش بزنیم رحمتون للعالمین از کجا می بعد می چقدر راحت میبخشی؟ چقدر این کینه ها و حقد و غضب ها راحت فراموش میشه ولش چه دیدی اهمیت آه یا فوش داد به ما من کیم میره خیلی وقت با ما بر میخوره از چی نشأت گرفته میشه از غرورمون انگار کی هستیم به من گفت فلان من تو کی و راست گفت <تصفح> حالا بعضی خیلی این هم نگاه میکنیم یعنی بیراه نبوده چی تاج داره تا دا نباشه چیزکی مردم نگوین چیزها خب می‌بینی بعد با... اونم مثلا خیلی از این از اون تکبر ما با شیطان فهم رفیق شیطونیم. ان الشیاطین لیهون الا اولیا به رفیقاشم هم و میفرست من من تو چه خبره بیا پایین بابا نی منم نیستی انقدر نگویید من من شیطان است خود ابلیس همین بوده میگم من من به این سجده کنم با 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 گم شو بیرون خدا بهش گفت قال احبت. گم شو بیرون که رجیم دو دو رونده شده ای و سنگ به سمت تو پرتاب بشه خب این کمی فکر بکنیم از همین حالا به ما و به من گفته به ما اونجوری تو جمع فلان گفت از رسول الله بیشتری اینقدر توهین شنید حضرت به والله اصلا یه سری ماجرای تاریخی رو نمیتونم بگم به خاطر شعون بالایی که حضرات دارن توهین ها و این چیزایی که شده تا بعضی از مسائل تاریخی تا نوع توهین هم گفتن چی نقلم کردن فحش و, و ناسزا رو لفظش هم گفتن که اگه به یکی هم ماها بگن آتش میزنیم زمین و زمانو متلک مینداختن تیکه مینداختن اذیت می‌کردن. و یه چیزی که با خدا بسته آقا چیه یه بچه دو ساله بیاد پات اینجوری بشینه بعد میداری بغلش می میکنی میبوسی میگه تو ننه بابا نداری با مزه <تصح> چه ولی تو <تصح> برم ننه بابا تو پیدا کنم دنبال تربیتش میگه. اما وقتی سه ساله باشی او با که ور بره اینا میزه تو چشه اون یکی سیخ میکنه چشه بچه دیدی بچه شیر به شیر چقدر هم دعواشو میشه؟ همینه دیگه. یکی هم گنده تر میشه. ماما بیا این بچه دقیقه بگم یه دفترم پاره میکنه. نمی که بچه بگیره بزنه دفتر منو پاره میکنی؟ اینجوری نیست. ما کوچیکیم. حقیریم که اینقدر واکنش نشون میدیم. میفتیم تو نزق و همز شیطون. همز میکنه. ترفی بعد نزقم کتکی و اینجور بحسا. یاد بگیریم. آقا امام سجاد وقتی داره نقل میکنه ماجرا رو که میفرماد کجا بر شما سخت گذشت حضرت چی میفرمون؟ از شام، از شام، از, شام، از شام مرتبه نکتهش چیه؟ نکتهش تو اینه که بابا حرفای ما شنیدیم. اونم چه خاندانی؟ چه خاندانی؟ حرفای شنیدیم. باور نکردنی؟ باور نکردنی. به کیا؟ حضرت زینب سلام الله علیه تو همون شهر تفسیر قرآن میگفت که این وقتی این سوره مریم رو داشت تفسیر میکرد حضرت حضرت زینب سلام الله علیها زینب کبرا که ابن عباس میخواست حدیث نخوره از میگفت قال عقیلتنا قال سیدتونا خانوم ما گفت بزرگ ما گفت فکر کنید عقیله ما گفت فرمود رسید به کاف ها یا عین صاد بعد داشت نمیدونستی که حروف مقطع است گذشت و حضرت امیر یوهی رسید به احترام حضرت امیرالمومنین استاد بزرگ خب سکوت کردی و این. حضرت فرمود چرا دخترم اینو تفسیر نکردی فرمود خب حروف مقدس و ما بیادبیه در محضر شما اصلا حرف بزنیم فرمود این داستان خود توه کاف ها یا صد بعد بعدها روایتی از امام زمان سلام الله علیه جلال الله تعالی فرجه و شریف فرمود و عجل فرج که کاف یعنی کربلا ها یعنی کتل الاتره که اطرت پیامبر اینی تارک و فیکم از سقرین کتاب الله و اترتی اهل بیتی اطرتو به خاک و خون میکشن اینجا تطل اطره ها یا یزید لعنت الله علیک عین اتش یه اتش عجیبه ها اینقدر تأکید میشه خیلی دردوه بعد چی؟ سال صبر معمور بود زینب کبرا سلام الله ها به صبر گفت قرار فش بخوری صبر کن سنگ بخوری صبر کن یه بابای برام تعریف میکرد براتون بگم اینو جایی نگفتم این گفت من یه گناهی کردم خدا منو نمیبخشه چطور گفتم خدا هر گناهی رو میبخشه نمیخواد بگی کسی میخواد پیش من گناه اعتراف کنه نمیذارم گفت بذار ماجرامو نقل کنم یه داستان گفت من توی یکی از این شهرهای یکی از استانها بود حالا اینا با موتور تریل میافتادن دنبال آهوها اینقدر میرفتن که آهو چی از نفس میافتاد بعد آهو رو میگرفتن حالا زب میکردن میگفت یه آهوی بود من دنبالش کردم و می گفت فصل شیر دادن اینا هم بود که اینا بچه دارن معمولا تو اون فصل حالا به منم گفت من یادم نیست می گفت من با موتور تریل دنبال این افتادم و این ور اون رفت تا آخر رفت یک جایی از نفس افتاد دیگه نمیتونه سکون بخوره قلبش تون 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 اینطور میزد و من یه نگاه کردم یه بچه آهوی هم اونجاست دیدم این بچه آهوه اونجا افتاده و داره نگاه میکن میگه ما سر اینو زبهش کردیم میگه زبهش کردیم و من سر اینو اونجا گذاشتم سر این آهو رو اونجا گذاشتم میگه سبا بدن رو که انداختم و بچه آهو رو بهش کرد کردم اونتا گفتم ولش کن یه خورده تنم لرزید دلم لرزید و گفت اصلا یه دو دل شدم و گفتم برگردیم و این جنگلبانی و این چیزا ما رو نبینن یعنی چند تا عامل دست به دست هم میگم میگم من تا سوار موتور شدم برگشتم میگه دیدم این بچه هاوه رفت سراغ این سره بلو سر این سر وایستو دیدین اینجور بو میکرد سرشو میچرخون این طرف سرشو میچرخون اون طرف چرخی دور این هی این طرف میرفت ای اون طرف میرفت و میگفت من خیلی به هم ریختم و میفهمید چی شده دیگه داری گریه میکنه میگفت خیلی به هم ریختن ما بر یک آهو بچه آهو تحمل نمیکنیم و داریم عشق میریزیم او بچه گفت برای ودا یه ودایی میخواست بکنه که آقا بدیدین دلش آرام بگیره شما رو به خدا روزه حضرت رباب خوند یه چیزی نگو حضرت رباب من سه چار سال تو صحبت ها میگم میگم بابا شعن این خانوم به خاطر خورشید وجودی حضرت زینب دیده نمیشه همسر امام حسینه که به فکر کنه همسر امامه اونا وقتی حضرت علی اصغر رو زدن حضرت نیورد توی اون خیمه حرب که جنازه ها رو پیکرار چون میدونست اصلا داغون میکنه داغون میکنه خیمه رو از هم میپاشه اصلا نخه تصفیه بریزه دونه ها ریختن برد پشت خیمه اون گوشه یه جا یواشکی با سرنیزش دفن کرد سری وقتی دنبال سر اومدن اینا سر سرها دعوا شد سر سرا دعوا شد برای اینکه اینا میدونستن میبرن معادلش پول میگیرن دیدن یک شو بغل وایستاده نمیاد اینا خیلی هم خبرست و غنیمت جمع کردن گفت اون او کوچیکه رو کجا آوردون من خب شما فکر کنید خدا شاهده جلو چشم مادر اینا این حرامزاده پیکر متحره حضرت علی اصغر رو که در آورد جلو چشم مادر جلو چشم امهش جلو چشم خانوادش این دیگه چیزی به یه پوستی بند با دست کند بابا اینا رو دیدن مسلمون اینا رو دیدن اینا رو دیدن اینا رو دیدن, اینا رو دیدن, اینا رو دیدن و بعد ما امروز هیچ چی تحمل کنیم و علم اللذین ظلموا ایمون غلبن یا غلبه